بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای دکتر. علیکم السلام. پسر بابا، نون خامه‌ای بابا. بنده دکتر بیژن لاریجانی هستم، آخرین ورژن لاریجانی‌ها که با آیفون 11 پرو ازم روبرداری شد. علیمون قوه مقننه است، صادقمون قوه قضاییه بود، منم که قوه قلمی هستم. آقای دکتر فکر کردم بهترین موضوع برای آغاز این گفتگو میشه بحث در مورد بیانیه اخیر رهبر انقلاب باشه. اولا بفرمایید که نظر شما در مورد محتوای این نامه چیه و دوم اینکه به لحاظ زمانی این مقطعی که این نامه مطرح شده و این بیانیه چه اهمیتی داره. عرض کنم حضور شما که مقام عظما در بیانیه اخیرشون فرمودند که بمب اتمی شرعاً حرام است، اگر هم داشتیم مورد استفاده نداشتیم، که بنده خب بهشون اشکال کردم که حضرت آقا ما 40 سال داریم خودمون رو جر و واجر می‌کنیم برای حصول بمب اتم، بعد شما می‌فرمایید که ما نمی‌خوایم. ایشون مثل بز به قصاب نگاه کردن و فرمودن بیژن جان هر وقت رفتی دکتر بهت گفت کجا درد میکنه یه جای دیگه تو بگو، چون اگه جای اصلی درد رو بگی دکتر همونجا رو فشار میده. بنده خودم هیچ وقت اینطور قانع نشده بودم. خب الان دنیا گیر داده به بمب اتم مقام عظما، خب ما باید یه جای دیگه رو بگیم وگرنه خب همونجا رو فشار میده. میخوام جسارت بکنم یه سوال سریع بپرسم. بعضی از منتقدان شاخص شما همچنان این گزاره رو تکرار میکنن که برجام رو 20 دقیقه‌ای تصویب کردن آقای لاریجانی. البته شما بارها پاسخ دادید. عرض حضور شما 20 دقیقه هم نشد، چون تا علیمون اومد موضوع رو مطرح کنه آقای گلپایگانی از دفتر بیت تماس گرفتن و گفتن که این قیر و قنبیل رو جمع کنید، مقام عظما خودش نرمشی کرده نرمشوها. عرض کردیم مگه امام نفرمودن مجلس رأس امور است؟ فرمودن مجلس به دمپایی مقام عظما هم نیست، که خب بنده هیچ وقت اینطور قانع نشده بودم، که از همونجا سیر نزولی آقای روحانی هم شروع شد. یعنی الان باز میگم با استفاده از فرمایش شما حتی بعضی گزارش نوشتن که آقای روحانی آخرین رئیس جمهور ماست، تا 1400 خود رئیس جمهوری نداریم. والا با این وضعیت من بعید میدونم اصلا به 1400 برسیم. کلاً با از فاتحه ریاست جمهوری و ولایت و فقاهت و شورای نگهبان و مجلس و پشم و ریش و سیبه، کلاً فاتحه اینا رو باید بخونیم. آقای روحانی که خودش سماق سفره است، خود مقام عظما که گوشت قضیه است، خب اونم دارن تابعش میکنن، سرخش میکنن، کبابش میکنن دیگه. شما به این ازن وزنای ولایی توجه نکن. شرایط اینطوریه که نظام سلطه اومده خفت مقام عظما رو گرفته، بعد مقام عظما میگه تا 3 میشمرم دستو بردار که بعد میبینی. نشون به اون نشون که ما الان تا 1398 شمردیم، طرف یقه رو که ول نکرده هیچ، پاچه مقام عظما رو کشیده سرش، عمامش رو کرده تو حلقش، نعلینش هم کرده چپونده تو گوشش. ما هم داریم همینطوری میشمریم، 1 و 1 و 1، 2 و 2 و 2، مسابقه محله. که بنده خودم هیچ وقت اینطوری قانع نشده بودم. آقای دکتر برای انتخابات مجلس سال آینده قصد نامزدی داریم؟ والا ما از اول انقلاب زیاد نامزد کردیم، اما خب ما از برند لاریجانی زیاد داریم. من خودم در حیرتم چطوری این همه لاریجانی تکثیر شده. دستگاه کپی اگه بود الان جوهرش تموم شده بود. ولی خب ما به حول و قوه قلمی در زمینه تولید لاریجانی به خودکفایی رسیدیم، خودکفایی ملی. حالا برای مجلس هم خانم والده لاریجانی از فریزر در آورده گذاشتنش رو بخاری، یخش آب شه، ببریمش تو مجلس حالا ببینیم چی میشه. بسیار خب. قدری کنجکاوی کنم مجدد، آیا این مسئولیت ها و کارهای سنگین شما اجازه میده که مراودات و رفت آمدهای خانوادگیتون با حضرت آیت الله عاملی به صورت مستمر ادامه داشته باشه یا نه؟ والا آیت الله عاملی خودشونو تو آینه هم که ببینن میشه دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست سابق قوه قضاییه با حضور یکی از فقهای شورای نگهبان و یکی از مشاوران مقام معظم. حالا دیگه ما هم که باشیم دیگه اصلا میشه قوه تو قوه. البته مراودات خانوادگی ما اکثرا خونه مادر لاریجانی پرورمون اتفاق میفته. البته خود خانم والدم نیازی به این مراودات ندارن، چون به محض دلتنگ شدن برای بچه‌ها تلویزیون رو روشن میکنن، بالاخره دست کم یکی از برادران لاریجانی تو یکی از این شبکه‌ها دارن مصاحبه میکنن دیگه. بعد از مشابه خانواده، تنها خانواده‌ای که تو ایران کاملا خوشبخت شد خانواده لاریجانی بود. توی این مراودات پیش آمده که بحث سیاسی بکنید یا از این فرصت استفاده میکنید فقط مسائل شخصی خانوادگی؟ نه بابا، ما همش در حال مسخره بازیم. ما رو اینطوری نگاه نکن. ما سال به 12 ما مشغول مسخره بازی و جفتک برونی و این کارا هستیم. ما برادران لاریجانی کلا هر 2 سال یه بار جدی میشیم، اونم موقع گرفتن عکس 3/4 است. خلاصه تو دیدارهای خانوادگی برادرها با هم دیگه میشینیم، با قوامون یه قل دو قل بازی میکنیم دیگه. وسطش هم مادرمون میاد میگه منم مادرتون قوه آوردم براتون. قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه. خانواده رو از سیاست کامل جدا کردید. بله، کلا خانواده ما زیاد تو کار سیاست نیست، بیشتر تو کار اختلاس و رانت و ویلا و خلاص یه لقمه نون حلال. یه بخشی از خانواده‌مون هم که اصلا کلا از سیاست‌های داخلی جدان، تو سیاست خارجی تو آمریکا و کانادا و اروپا و اینا مشمول تحصیل و حال و اول و عشق و اینا. اتفاقا هر بلایی که سر کشور میاد، هر مصیبتی که سر کشور میاد، مثل همین سقوط ریال، تحریم، برجام، همه اینا من باهاشون تماس میگیرم، میبینم خوشبختانه هیچ تأثیری تو زندگی اونا نداشته. خودم تعجب میکنم، تو داخل کشور انتقاد میکنن که فرصت تفریح و تحصیل و کار و آینده و امید ندارن. مگه بچه‌های ما جوون نیستن؟ پسر خانم ابتکار، برادرزاده آقای روحانی، دختر همین آیت الله صادق عاملی لاریجانی، با قناعت و اقتصاد مقاومتی دارن عشق دنیا رو میکنن. پس نتیجه میگیره مشکل تو خود این جووناست، وگرنه که شرایطش مشکلی نداره. شما اصلا خودتون تا حالا اینطور قانع شده بودین؟ اسکل. با این تفاسیر و سابقه‌ای که از عالی دارید، فکر میکنید که ما همچنان باید به برجام بدون آمریکا ادامه بدیم؟ کدوم اروپایی‌ها؟ اروپایی‌ها هم که دارن میرن، که اون دفعه همین عراقچی گفته بود میخوایم از برجام خارج شیم. زنگ زدم گفتم عباس جون کسی تو برجام نیست، خونه خودته، راحت باش. الان تو برجام سوت بزنی 3 بار اکو میده برجام. می‌بینی؟ میخوام بکشیم بیرون. اتفاقا خانم والده خیلی سیاسی هم هستن. پیشنهاد دادن که به مناسبت برجام اسامی برادران لاریجانی رو یه تغییری بدیم. اسم یکیشون رو بذاریم برجام، اون یکی رو بذاریم فرجام، اون یکی بیجام، باجام، اینجام، اونجام، کجام، همه جام. تا حالا خودتون اینطوری قانع شده بودین؟ خرجام.